بعد از اینی که وارد دوحه شدن، دو مقام آمریکایی که خبرنگاران توضیحات جزئیات میگفتن، قرار اینها وارد پایگاه هوایی در شهر دی سی بشن و جزء امکاناتی که وزارت دفاع آمریکا در اختیار اونها خواهد گذاشت اینی که بتونن دوباره وارد سیستم و کارهای روزمرهشون بشن. 5 شهروند آمریکایی هستن، همون گونی که در بخشای از اون بیانیه رئیس جمهوری آمریکا خوندی، عماد شرقی، آقای تاهباز و سیامک نمازی. سیامک نمازی مادرش به ایران رفته بود، تاهباز همسرش ایران رفته بود. این دو نفر هم ممنوع خروج شدن که با این عزیزانشون امروز آزاد شدن. از 5 شهروند ایرانی 2 نفر به ایران برگشتن چون اقامت قانونی در آمریکا نداشتن، 2 نفرشون گرین کارت دارن و 1 نفرشون هم شهروند کانادایی هستش. همون گونه هم که در کنفرانس خبری آقای بلینکن شنیدین، جزئیات اینی که با نظارت کامل وزارت خزانه داری برای جلوگیری از پولشویی و استفاده های نابجای جمهوری اسلامی، این پول هزینه خواهد شد برای موارد انسان دوستانه شامل دارو، لوازم پزشکی، لوازم کشاورزی که استفاده های دوگانه نداشته باشن. اون تحریمی هم که اعلام کردش امروز آمریکا در رابطه با آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، بابت این بودش که زمان ناپدید شدن آقای لوینسون، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بوده و او از طریق وزارت اطلاعاتش اطلاعات نادرست و ضد و نقیض رو در اختیار آمریکایی‌ها می‌گذاشته.